مرحوم آیت الله حاج سید محمد تقی وحیدی یکی از مفاخر حوزه های علمیه تشیع بوده و اینک به مناسبت دهمین سالیاد ارتحال ملکوتی آن عالم ربانی یادبودی از خدمات علمی، سیاسی، اجتماعی و آرمانهای بلند آن فقیه وارسته نگاهی به خاطرات دوستان و علاقمندانش نموده و امیدواریم که به ادامه فعالیت‌های سازمان جهاد فرهنگی در آینده تلاش صورت گیرد تا جمعی از علما و دانشمندان خدوم و برجسته کشورمان شناسایی و به نسل جوان امروز و فردا معرفی گردند. اندیشمند فرهیخته، فخر حوزه و استاد برجسته سطوح عالیه علوم حوزه‌های علمیه و خطیب شهیر آیت الله وحیدی رحمت الله علیه سالیان متمادی مصدر خدمات فراوان دینی، علمی و اجتماعی در جوامع اسلامی گردید. ایشان سال 1329 خورشیدی در سبز درخت کجاب واقع در مرکز بهسود و از توابع ولایت میدان وردگ در خانواده مذهبی و علمی متولد شد و در سن 59 سالگی و تاریخ 22 عقرب 1388 خورشیدی در شهر مقدسه قم و دیار باقی شتافت. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. از منظر قرآن کریم ملاک ها و معیار های ارزشی یک انسان که انسان را انسان ارزشمند می سازد چند چیز است. یک ملاک و معیار ارزش تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاكم. دوم ملاک و معیار ارزش از منظر قرآن جهاد است. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. سومین ملاک و معیار ارزشمندی انسان از منظر قرآن علم است. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اون علمی که همراه با ایمان باشه، علمی که ریشه در اعتقاد و ایمان و باور به خدا داشته باشه باعث ارزشمندی انسان هست و این علم است که انسان رو اونقدر میبرد بالا که من اکرم عالمن فقد اکرمنی خاتم النبیین سید الانبیاء و المرسلین. می‌فرماید اگر کسی عالمی رو احترام کند مانند آن است که من خاتم النبیین را احترام کرده است. این که می‌فرماید عالم در میان امت مانند پیامبری است از پیامبران خدا در بین امت و یا آن که خواب عالم از عبادت جاهل برتر است و این که فرشتگان الهی پر و بال خودشان را پهن می کنند زیر پای طالبان علم، همه حکایتگر از ارزش علم همراه با ایمان و اعتقاد است. و اگر می گوید عالم ینتفع بعلمه، عالمی که از علم او انتفاع و بهره برداری بشود و سود علمش به جامعه انسانی و اسلامی و ایمانی برسد، از 70 عابد در نزد خدا برتر است. و این که فرمود روز قیامت به مجاهد، به انسان متقی، به زهاد میگوید خودت نجات پیدا کردی برو، اما به عالم گفته میشد قف و اشفع، بایست و شفاعت کن برای کسانی که آنها از تو علم آموختند، آنهایی را که تو هدایت کردی. اینها همه حکایتگر ارزش علم در نزد خدا و از منظر قرآن و اهل بیت است. جاهل به روز واقعه ره خانه گم کند، عالم چراغ جامعه و چشم عالم است. جاهل اگرچه جست مقدم مؤخر است، عالم اگرچه گشت مؤخر مقدم است. کس را به مال نیست بر اهل کمال فخر، علم است آن که مفخر اولاد آدم است.
از وجود عالم مردم زنده است، همونطوری که اگر چنانچه آب نباشد بلی تمام چیزهایی که مربوط به آب و گلها و گیاهان و درختان میمیره دیگه، چیزی نداره که اونا رشد کنن، نمو کنن، به جای برسن خودشه. اگر عالم هم نباشد انسانها میمیرد. این مردن سختتر از مردنه، میمیرد به شکلی میمیرد که دیگه به حساب آدم در نمیاد. به حساب آدم صورت چون آدمه، اما سیدتش یک که انهم خشب مسنده، مثل چوبه های خشکی که به دیوار تکیه داده باشه، مثل چوب خشک میمانه. لذا ایشان وجودش مثل آب حیات بود برای خدای رحمتش بکند و درود خدا بر او باد که عاش سعیدن و مات سعیدا. صبر بسیار میباید پدر پیر پلک را تا دیگر مادر گیتی چطور فرزند بزاید. در آستانه دهمین سالیاد ارتحال ملکوتی، یکی از مفاخر حوزه های علمیه تشیع و استاد برجسته سطوح عالیه علوم حوزوی، خطیب شهیر، اندیشمند فرهیخته و اهل قلم، حضرت آیت الله سید محمد تقی وحیدی قرار داریم. آیت الله وحیدی در سال 1329 خورشیدی در سبزرخت کجا واقع مرکز بهسود و از توابع ولایت میدانوردک متولد شد و در سن 59 سالگی 22 عقرب 1388 خورشیدی در حوزه علمیه قم به دیار ابدی شتافت. حضرت آیت الله وحیدی رحمت الله علیه از سن 6 سالگی که به پیشنهاد پدرشون تحصیل علم رو آغاز کردند، در منطقه شروع به تحصیل کردند که امروز بعد از قریب 70 سال امکانات چندانی وجود نداره، در اون زمان که قطعا اصلا قابل قیاس با الان نیست، در اون مکان و در اون حیطه جغرافیایی تحصیل علم رو تحت تلمذ پدر بزرگوارشون شروع کردند، مقدمات رو در کنارشون به پایان رساندند، پشتکار جدیت و تلاش بسیار وافری که در امر تحصیل داشتند و اشتیاق فراوانی که به علم داشتند ایشون رو به جایی رساند که به گفته خودشون گفتن که کلمه ای و واژه ای از قرآن پیدا نمی شد مگر اینکه من در همون سنین طفولیت واژه رو تجزیه و ترکیبش رو کامل می توانستم بیان بکنم. زم محدوده جغرافی های کجاب به اون صورت امکاناتی برای تحصیل علم در مراتب عالی رو نداشت، لذا مهاجرت کردن آمدن کابل. در کابل مدتی تحت تلمذ حضرت آیت الله ناصر قرار گرفتن، منتها خوب سختی محیط کابل در کنار فقر اقتصادی که بود عرصه رو خیلی محدود کرده بود، ولی تلاش و جدیت ایشون باعث شد که ایشون تمام سختی ها و مشکلات رو متحمل بشود برای رسیدن به اون مرتبه ای که مد نظر خودشون بود و اون فهمیدن و فهماندن بود. در خاطرات خودشون وقتی نقل میکردن که ما با چه سختی درس خوندیم، سفارششون همیشه به ما این بود که ما زمانی درس خوندیم که امکانات ما این گونه بود، الان زمان تغییر پیدا کرده، ما زمانی درس خوندیم که مدرسه ای نبود، مردم و بچه ها در مکتب سواد میاموختن، سواد سطحش پایین بود، ما به سختی و مشکلات و مشقت بسیار زیادی تحصیل علم کردیم. اگر شما امروز در این زمانه واقع شدید، ناشکری کفران نعمت است که شما باشید و از تحصیل علم غافل باشید. هرچه می توانید درس بخوانید، تلاش کنید، کوشش کنید. و نکته ای که می فرمودن که اگر درس می خوانید خوب درس بخوانید،
یه جوری درس بخونید که به جایی برسید. اگر به جایی نرسید و اگر تلاش نکنید و اگر کوشش نکنید، فردا اگر رفقا و همدوری‌های دوری‌های شما به جایی رسیدند، شما عقده میکنید، شما ناراحت میشید، کینه به دل میگیرید، حسادت وارد میشه، هم دنیا رو خراب میکنه هم آخرت رو. علت خیلی از حسادت ها و کینه ها و عقده هایی که امروز در مجامع علمی وجود داره که از ریشه‌اش همین است که برخی تلاششون کوشششون کمه، به جایی نمیرسن، زمانی به خود میان که زمان تحصیل گذشته است. وقتی زمان تحصیل گذشت، نه فرصت جبرانی وجود داره و نه علمی وجود داره که انسان بخون با اون بخواد ابراز وجود بکنه، و لذا وقتی عقب ماند، این عقب ماندگی سبب حسادت میشه. تحصیل آیت الله وحیدی، آیت الله وحیدی آغاز تحصیلاتش در همون زادگاهش در منطقه کجاب ادبیات عرب نزدی پدر بزرگوارش حجت الاسلام المسلمین حاج سید اسماعیل آخون که ما اونم در بین مردم معروف است، در بین دوستانش به حاجای صادق که او مرکز ادبا بود، یک از شخصیت های علمی منطقه بود. شخصیت دیگه که آیت الله وحیدی از منظر از او کسب و فیض کرد، حقیقتا از علمای خدوم بود و شاگردان زیاد تربیت کرد و فرزندانش هم از فرهیختگان و افتخارات حوزه های علمی است. مرحوم آیت الله سید وزلی آخوند بهسودی. شخصیت دیگه ای که باز از حضورش کسب فیض کرد، چی در مدرسه محمدیه که آیت الله شهید واعظ قبل از رفتن به کابل رو تأسیس کرده بود و چی در خوات آیت الله عظمای شیخانلی خواتی که معروف به نجفی بود. بعد آیت الله سید محمد تقی وحیدی برای ادامه تحصیل به کابل میره و در کابل هم از حضور شخصیت های زیادی کسب فیض کرد که اسامی اساتیدش در اون کتابی که من نوشتم زندگی نامی مرحوم آیت الله وحیدی را در اونجا گفته شده که چند نفر از اون شخصیت ها را صرفا نام میبرم. شخصیتی که سطور عالیه را مخصوصا کفایه را نزدی او تلمس کرد، حضرت آیت الله العظمای شهید واعظ که بیشتر در حوزه علمی محمدیه در خدمت آیت الله العظمای واعظ شهید کسب فیض کرد و در همونجا از نظر علمی رشد کرد. استاد دیگرش به نام آیت الله مرحوم سید حسین جان فاضل که در بین دوستانش به نام فاضل بزرگ معروف بود، در خدمت اونا بودن و همینطور از منظر آیت الله شیخ نور احمد تقدسی که ابتدای ورودش در مدرسه مدینه العلم خدمت آیت الله تقدسی بود و از منظر آیت الله میر علی احمد شهید میر علی احمد عالم علامه شهید ناصر و بزرگان دیگه که من فقط خواستم به عنوان نمونه از چند تا شخصیت نام ببرم. آیت الله وحیدی از شاگردان برجسته آیت الله العظمای شهید واعظ بود و با امضای استادش آیت الله عظمای شهید واعظ و آیت الله سید محمد حسین جان فاضل تحسین نامه دریافت کرد و همین موضوع هم باعث شد که آیت الله واعظ تشویق کرد که آیت الله وحیدی باید وارد حوزه علمیه قوم و از محضر مراجع این حوزه کسب فیض کند. یکی از شخصیت های ارزشمندی که علم و ایمان و اعتقاد را قرین ساخته بود و مزین به ایمان و تقوا
و علم و عمل بود، حضرت آیت الله وحیدی استاد بزرگوار ما بود. در طول 2 سالی که بنده در دروس کفایه ایشان شرکت داشتم، او را یک عالم بسیار آگاه و در نهایت تواضع و اخلاق انسانی و اخلاق پیامبرگونه یافتم. مردی بسیار متدین و مؤمن، بسیار متواضع و خوش اخلاق، خوش مجلس و خوش برخورد، کبر نداشت، غرور و نخوت نداشت، دنبال خودنمایی نبود. عالمی که این چنین ویژگی ها در او باشد، او قطعا برکات زیادی در نسل ذریه او و پس از او روی زمین باقی خواهد ماند که آثار این علم و اخلاص را در فرزندان اون عالم بزرگوار مشاهده می کنیم. هم در افغانستان از نزدیک با ایشان آشنایی داشتیم، هم در ایران در قم. ما در سال 53 از نجف اشرف ما را تصفیر کردند و خارج کردند، آمدیم مستقیم در کابل. در اونجا در مدرسه آیت الله واعظ رحمت الله علیه مستقر شدیم. ما 3 سال در مدرسه محمدی آیت الله واعظ بودیم. یکی از اساتید ما در کتاب قوانین حضرت آیت الله وحیدی بود. این ما یک مقدار قوانین را در نجف خواندیم، بعد یک بخش از قوانین را در خدمتشان در مدرسه محمدیه خواندیم، اما لمعه و رسائل را خدمت مرحوم آیت الله سید حسین جان فاضل خواندیم. از اون زمان ما به عنوان یک شاگرد هم مورد احترام ایشان بودیم، هم مورد احترام آیت الله واعظ. آیت الله واعظ در عین حالی که ما مستقیم شاگرد بلاواسطه ایشان نیستم، ولی 3 سال که ما اونجا امتحان دادیم، الحمدلله در امتحانات نمرات ما خوب بود، ممتحنم خود آیت الله واعظ بود، یک احترام خاصی برای ما قائل بودن. در بدء ورود به شهر مقدس قم با بالاترین نمره در نزد ممتحنین اون زمان قبول شد، طوری که به زودترین وقت جایگاه بالای سطوح عالی تدریس را در حوزه به دست آورد و خودش در درسی که محضرشون بودم صحبت می فرمود که من وقتی وارد قم شدم، آیت الله فاضل لنکرانی در مسجد امام حسن سراح بازار کفایه تدریس می کرد. وقتی من رفتم درس او شرکت کردم، متوجه شدم که من خیلی بهتر از او می توانم کفایه رو حلاجی و تدریس کنم، و اونجا بود که این نیاز رو احساس کردم که اگر من این کتاب رو تدریس کنم، قطعا انسانها و طلاب زیادی خواهند آمد و از این علوم و بیانی که ایشان داشتن و آمدن بهرمند شدن و استفاده کردن. از شخصیت‌های بسیار برجسته، شاگردای بسیار درجه یکی آیت الله واعظ بودن که در اون زمان ایشان هم در درس کفایه آیت الله واعظ شرکت میکردن و هم در درس خارج اصول آیت الله واعظ شرکت میکردن، و یکی از منبری های برجسته در اون زمان مرحوم حاجه های وحیدی بود. علاوه برای که کسب فیض کرد از منظر مراجع حوزه علمیه قم، خودش هم شاگردان زیادی تربیت کرد. امروز شاگردان آیت الله وحیدی در حوزه علمیه نجف، در قم، در مشهد، در کابل، خیلی از اعاظیم و بزرگان، شخصیت ها، اهل قلم، پژوهشگران، دانشمندان، مدرسین، اساتید، شخصیت هایی که امروز از نخبگان جامعه ما در حوزه های علمی هستند و هر کدام افتخار تلمذ از منظر آیت الله وحیدی را هم دارم. در همون مدرسه محمدیه ایشان مستقر بدن و اتاق داشتن و در اونجا تدریس میکردن و خیلی مورد احترام آیت الله واعظ بود. یعنی در مجموعه همون شاگردایی که ایشان داشت، یعنی شاگرد مبرز آیت الله واعظ، مرحوم آیت الله وحیدی بودن. در سال 1355 آیت الله
وحیدی و قم وارد شد. در ابتدای ورودش در امتحانات سالانه حوزه علمی قم شرکت کرد و کفایه را امتحان داد که باعث تعجب ممتحنین و اساتید خود شد. طلبه افغانی که تازه وارد حوزه علمی قم شده بالاترین مقام در امتحانات میاره و نمره 20 کسب میکنه و همه از زیبابت تعجب میکنه. از ایشان تقاضا کردن که شما درس کفایه شروع کنید. ایشان درس کفایه در مدرسه محمدیه اونجا هنه حدود نزدیک های 50 سال میشد، یا سال 53 و 54 این اگر حساب بکنیم، تا یه زمان در او زمان ایشان به عنوان یک مدرسی سطوح عالیه مثل کفایه بودن. ایشان در عین حالی که در درس‌های آیت الله واعظ شرکت میکردن، خودشان به عنوان یک مدرس بودن. اول قوانین و اصول اینا را تدریس میکردن، بعد یک تعداد از شاگردهای آیت الله واعظ کردن، بعض اینها اینجا هم هستن دیگه، صلاح نیست اسمشان ببرم، از ایشان تقاضا کردن که شما درس کفایه شروع کنید. خیلی شرمنده هستم و خیلی متاسفم که چرا بیشتر با ایشون ارتباط نداشتم. شاید آخرین باری که ایشون رو زیارت کردم کمتر از 2 هفته است که در جلسه اساتید بود، فکر کنم ایشون رو زیارت کردم از دور اونم. خیلی علاقه داشتم که ایشون رو از نزدیک ببینم و صحبت کنم، متاسفانه محروم شدم و این حسرت به دلم موند. جناب آقای وحیدی بسیار انسان شریف با اخلاق، متواضع و مجدد در برنامه‌های علمی و درسی بودن. آشنایی ما با ایشون در برنامه درسی مدرسه علمی رسول اعظم بود، اون زمانی که خدمتگزار مدرسه بودیم و تعداد زیادی از طلبهای اون مدرسه از کشور افغانستان بودن، دوست داشتن که از آقای وحیدی استفاده بشه. منم آشنایی چنان نداشتم. بعد که ایشون به مدرسه تشریف آوردن و سبب نورانیت مدرسه شدن سهیه، خیلی مجذوبشون شدیم. بسیار با اخلاق، با روی باز. جلسه ای نبود که ما ایشون رو ببینیم، صحبت کنیم، روحیه نگیریم. شاید در مشکلاتی که گریبانگیر اون مشکلات بودیم در جریان مدرسه، برخورد با طلاب، مشکلات طلبه ها، یکی از کسانی که بسیار به ما روحیه میداد خود آقای وحیدی بود. در برنامه درسی، کلاس های درس، امتحانات بسیار منظم و مجد بودن و جزء معدود اساتیدی بودن که ما نسبت به کلاسشون هیچ مشکلی نداشتیم، بلکه بیش از اون مقداری که توقع مدرسه بود و طلبه ها بود ایشون زحمت میکشیدن، برای امتحانا وقت میذاشتن، برای تصحیح اوراقشون وقت میذاشتن و از همه مهمتر اینکه طلبه ها در این زمان بیشتر از استاد به یک پدر نیاز دارن. ایشون برای شاگرداشون یه پدر مهربان بود، براشون وقت میگذاشت، مشکلاتشون گوش میکرد، برای مسئله ازدواجشون تلاش میکرد، کمک مالی نیاز داشتن تلاش میکرد. جلساتی که ما برای اساتید میذاشتیم گاهن، ایشون جزء کسانی بود که مرتب شرکت میکرد و بها میداد و این باعث دلگرمی ما بود. از نظر علمی درسایی که در اونجا داشتن شاهد بر این بود که شاگردها راضی بودن، امتحانات قوی بود، معلومات روشن بود، زحمت میکشیدن برای درسشون و مسلط بودن و فکر که میکنیم خیلی ضایعه بزرگی است. چقدر باید زحمت کشیده بشه تا یک شخصی مثل ایشون تربیت بشه در حوزه، اونم نسبت به کشور افغانستان که به چنین علمای نیاز شدید داره. عالمی بود فرهیخته، با اخلاق، متدین و دلسوز. نسبت به این همه طلبایی که از این کشور محرومن، مظلومن، مورد توجه نیستن، امثالشون بها میدادن، کار میکردن. غیر از این جهت میدیدم جهت منبر ایشون و خطابه ایشون هم که در کنار درس بسیار مورد توجه مردم بود. چهارشنبه که درس اخلاق بود، گاهن از محضرشون استفاده میکردیم یا در بعضی از مناسبت‌های اسلامی منبرهای با زحمتی را القا میکردن، تلاش میکردن، زحمت میکشیدن و خودشون هم اهل سوز و گداز بودن. راجب نکات اخلاقی و ویژگی‌های اخلاقی مرحوم حضرت آیت الله وحیدی، اونچه زبان زده همه از حسن خلق ایشان است، اونچه مجذوبیت ایجاد کرد در کنار علمی که داشتن، تحصیل علمی که داشتن، اون چه در جامعه ایشون رو از دیگران و از خیلی از شخصیت ها متمایز میکرد، ساده زیستی، تواضع و حسن خلق ایشون بود. اصلا ساده زیستی که در زندگی که ما با ایشون زندگی میکردیم
شاید خیلی ها تصورش رو هم نکنن که زندگی شخصی ایشون چقدر ساده بود و چقدر ساده زندگی میکردن. ویژگی اخلاقی بعدی ایشون نماز اول وقت بود، نماز با طمأنینه و آرامش بود. سفارششون همیشه این بود، نماز رو اول وقت بخونید، خوبم بخونید، آرامم بخونید، با تمام جزئیات و مستحباتش هم بخونید و بعدش از کار بعدش هم فراموش نکنید. من به یاد ندارم که مرحوم والد ما نماز صبح رو که اول از آن قبل از اذان بلند می‌شدن بر نماز صبح تا طلوع آفتاب خوابیده باشن. همیشه تا طلوع آفتاب سر سجاده بودن و مشغول ذکر و مناجات و دعا و تلاوت قرآن بودن. من به یاد ندارم که در این مدتی که با هم در کنارشون بودیم که ایشون بعد از نماز صبح خوابیده باشه یا از سجاده جدا باشه. ایشون معمولا بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب مشغول ذکر و توسل و دعا و مناجات بودن. سفارش هم میکردن و گاهی اوقات مثال میزدن، گفتن بعضی از کسایی که من میبینم امروز زندگیشون خیلی با مشکل مواجه است، خیلی در زندگیشون مشکل دارن، یقین دارم یکی از علت عمده‌ای که اینا به این مصیبت گرفتار شدن کاهلی و سستی نسبت به نمازشون بود. چونشون دیده بودن خیلی از کسان، میگن طلبه هایی رو مثال میزدن که طلبه بودن با هم درس میخوندن ولی نسبت به نمازشون سست بودن، کاهل بودن، سریع نماز رو میخوندن، خیلی به نماز توجه نداشتن. نماز صبح رو میگفتن میگذاشتن تا زمانی که آفتاب بخواد طلوع بکنه، قبل از طلوع آفتاب میدویدن یه وضوع میگرفتن یه نمازی سرسری میخوندن و سریع دوباره میخوابیدن. بهشون میگفت اینجوری نماز خواندن نیست. نماز رو وقتی داریم با خدا سخن میگیم باید مطمئنه باشه و آرامش باشه. در سنگر تبلیغ، در سنگر فرهنگ، در تهاجم فرهنگی که وارد میشد، شبهات که ایجاد میشد، ایشان حتی در برابر بسیار شبهات کتاب نوشت، علاوه بر این که در علوم حوزوی فقه و اصول قلم زد و مقالاتی در موضوعات مختلف داشت. در پاسخ به شبهات هم ایشان اثری از خود به یادگار گذاشتن و ایشان یک از حامیان مجاهدین مسلمان افغانستان پس از تجاوز اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان بود. وقتی علما شهید شدند قتل عام صورت گرفت و تجاوز روسها به افغانستان صورت گرفت. آیت الله مرحوم وحیدی و همینطور کسایی که او را یاری کردند، آیت الله لزمای مصطفوی حجت الاسلام المسلمین مرحوم واعظ زاده، آیت الله سید محسن حجت الاسلام المسلمین مرحوم سید محمد واقر زکی، آیت الله شیخ عبدالهادی نوری، آیت الله شیخ زاده، آیت الله افشار و خیلی از بزرگان دیگه که در حمایت از جهاد مردم افغانستان در کنار مرحوم آیت الله لزمای محسنی بود. ایشان هم حضور داشت. من یادم است آغاز طلبگی ما بود، ما در شیراز درس می‌خواندیم. در شهرهای مختلف 12 13 14 گاهن 15 ساعت اینا در اون شرایط و وسایل که خیلی مشکلات خود داشت، مثل حالا امکانات نبود، اینا سفر تبلیغی داشتن، از جهاد افغانستان حمایت میکردن، مؤمنین تشویق به کمک مالی میکردن که جهاد مردم افغانستان حمایت شود. هم به عنوان یک مدرس، هم به عنوان یک خطیب و سخنران، یعنی در بین حوزوی ها کم اتفاق میفته که یک نفر هم مدرس حوزه باشد، هم به عنوان یک سخنران و به عنوان یک خطیب باشد، چون هر کدام یک بخش جداست. یک نفر ممکنه در بخش تدریس استاد باشد ولی در بخش سخنرانی و کتابه دو حد نباشد، یا یک نفر خطیبه ولی خب مدرس نیست. ولی کمتر اتفاق میفته که یک نفر در دو بود هم مدرس باشد هم به عنوان یک خطیب و سخنران باشد. الحمدلله در دو بخش ایشان موفق بودند و
ولی من به خود فکر میکردم که اگر آیت الله وحیدی اگر همین خطابه و منبر و خلاصه همین جلسات مردمی اگر ایشان نمی داشت یا کم می داشت و متمرکز می شد روی درسای حوزه و برای تدریس، یکی از افرادی که واقعا صلاحیت مرجعیت داشت در این حد خیلی زمینه برای ایشان فراهم بود. ولی یک مقدار اگر داری بود، اون مقداری که مثلا انتظارهای ما از ایشان بود برآورده نشد، به خاطر همین بود که ایشان خب زبوعدین بودند، هم به عنوان خطیب بود، هم به عنوان خدمتش مرز که مدرس بود و هم در اوائل در مسئله جهاد اینا، ولی در داخل افغانستان حالا خود اطلاع نداره، ولی خب از اینجا مسلم ایشان همکاری داشت با مجاهدین، با بعضی رهبرای سیاسی، اینها فعالیت جهادی هم داشتم. این شخصیت بزرگوار بسیار در این حالی که اهل تقوا و متدین و ایمان و اخلاص بود، در نهایت گمنامی و اخلاص به سر می بود. دنبال خودنمایی نبود، دنبال این نبود که خودش رو مطرح بکنه، دنبال این نبود که نام و آوازه ای از خودش مثلا در بیاره و در دنیا نشان بده که من چنین شخصیتی هستم، بلکه هرچه داشت همه رو با اخلاص و نهایت تواضع به دست آورده بود. یکی از آثاری که ما یک دفعه منزلشان مشرف شدم رفتم، یک از آثارهای خوب زمان چاپ شده بود درباره وهابیت، یکم از کتابها برای ما داد، الان هم اون کتاب پیش ما هست. یعنی اگر ایشان در بخش نویسندگی هم اگر قلم بزاد، قلمی خوبی داشت در منبر که بسیار سطح عالی بود، در عنوان مدرس هم الحمدلله بسیار آدم موفق بود. زحمات زیاد رو تحمل کردن. مجله استقامت یک از نشریه های بسیار وزینی بود که حجت الاسلام المسلمین حجای معلم زاده مدیر مسئولش بود، در اونجا نوشته هایی داشتن، گزارشات داشتن. آیت الله وحیدی رحمت الله علیه جزء شخصیت هایی است که می تواند انسان به عنوان الگو و اسوه خود قرار بدهد. شخصیت علمی همراه با عمل ایشون رو، فقیه بزرگوار و خطیب توانا، عالم عامل، شخصیتی که جامع همه صفات نیکو بود، متخلق به اخلاق حسنه بودند، شخصیتی که انسان هرگاه میدید تواضع رو مجسم میدید. این بگونه ایست که همه دوستان و ارادتمندان و آشنایانی که ایشون داشتن این صفات رو در وجود ایشون متجلی میدیدن. در یافت من این است که ایشون اون چه که سخنرانی کردن سعی کردن که خودشون همونها رو پیاده کنن در وجود خودشون، لذا اون کمال برجسته، صفات کمالی برجسته ای رو انسان در ایشان مشاهده میکرد. یکی از اونها مثلا خوش اخلاقی ایشان بود، بسیار خوش اخلاق بودن واقعا، طوری که انسان با ایشون که می نشست بدون تعارف همون تا حدود ایشون توانسته بودن اخلاق پیامبری رو در خودش پیاده کنه، چون هر کسی که با ایشون می نشست همون حالتی که در مورد پیامبر هست احساس می شد که در مورد پیامبر داره، که با مردم که می نشست با اطرافیانشون همه احساس می کردن که پیامبر او رو بیشتر از بقیه دوست داره. ایشون هم همین خصوصیت رو با اطرافیانشون داشتن. در اخلاق، در جنبه اخلاقی ایشان نمونه بود که همه می دانند ایشان بی نظیر بود. یعنی اگر بگویم اسوه تقوا و اخلاق بود اغراق نگفتم. و این توفیقی است که یک عالم و یک فقیه دارد که در عین حال که دقت در مسائل علمی فقهی و تحقیقی و تبلیغی خودش دارد، با مردم و در کنار مردم که این سیره عملی اهل بیت علیهم السلام است، که اهل بیت علیهم السلام هم این گونه بودن و همیشه توصیه می کردن که کون و دعات الناس به غیر السنتکم، مردم رو دعوت کنید با غیر زبانتون، با عملتون و با رفتارتون، که حضرت آیت الله وحیدی از هر کسی که از مردم
بپرسیم و از اهل علم و غیر علم بپرسیم، این حرف ها رو تأیید می کنن و این نشونگر جامعیت ایشان بود. تو بعضی از جریانات زندگی، حتی بعضی از مسائل شخصی، ایشون پیشنهاداتی می دادن که ما امثال این پیشنهادات رو فقط در قصه های علمای گذشته می شنیدیم. با این اوضاعی که تو زمانه هست، خیلی کم اینجور جریانات دیگه در خارج اتفاق می افته. اگر قابل گفتن بود عرض میکردم، اما ببینید کسی بود که اسراری برای خودش داشت، خیلی حرفا در درونش بود و آشکار نمیکرد. بسیار آدم آگاه بر زمان بود، روش معامله مردم رو بلد بود، خوش‌ذوق بود. میگفت وای بله خیلی سخت، دنیا که میگذره ولی اونجا جواب مشکله. حالا منتر بعد معلوم میشه که چی کار میشه. بعد گفت را آقابت خیلی احمد کار ما رو خود میدید. بنابراین شخصیتی اینطوری، ولی که علمش کامله، شخصیتش اونطوریه، محبوبت اجتماعش ولی به این شکلیه، بله اون وقت تواضع و فروتنیش ولی بر خودش و مردم اینطوریه، عاطفش با بندگان خدا و با اقوام بیگانه با همه اینطوریه. رفتن اینا ضایعه. در قرآن یه آیست علمتر ان الارض ننقصها من اطراف ها. تو نمیبینی که ما زمین از دورش کم میکنیم؟ من در تفسیر دیدم که ننقصها من اطراف ها معناش رفتن علمایه. هر عالمی که از دنیا میره گویا زمین از وسعتش کم میشه. اگر از ما یکیش همین بله لفظ مقررات که اعلان مرگ خود رو با من کرده بوده، ما نفهمیده بودیم. بسیار عاشقانه و گویا میشه که میداند جای خود میبیند، عاشقانه با کمال عشق و علاقه در وقتی بشاشیت که هم خندان بود و هم با حالت خاطر جمعی گفت، بله بعد ثابت شد برای من که یقینا اونو خبر دادن از مرگ بود که به ما خبر داده. ویژگی اخلاقی بعدی ایشون این بود که با هر کسی با زبان خودش سخن میگفت، با طفل، با بزرگ، با کوچک، با پیرمرد، با متدین، با بیدین، با طلبه، با غیر طلبه، با هر کسی با زبان خودش سخن میگفت و بیانشون جاذبه خاصی داشت و هر وقت در هر مجلسی مینشست محیط مجلس رو اصلا کلن متحول میکرد، مجلس رو به یک سمت و سوی که خودشون میخواست می بود. ویژگی بعدی ایشون این بود که در هر مجلسی که می نشستن سخن علمی مطرح می کردن، سوال علمی مطرح می کردن، بعد توضیح می خواستن، بعد جوابش رو خودشون می دادن. اصلا مجلس رو مجلسی می کردن که وقتی انسان از مجلس بلند می شه یه چیزی آید انسان خواهد شد که همون روایتی که ما داریم، یه مؤمن کسی است که وقتی کنارش می نشینید بر انسان اضافه بکنه، معارف انسان زیاد بشه. اینی که میگن نگاه به چهره عالم، نگاه به قول معروف، نگاه محبت آمیز عبادت است. یکی از عللش همینه که در کنار عالم وقتی بنشینید انسان رو به یاد خدا میاندازه. وقتی از کنار عالم بلند میشیم مقدار از معرفت به انسان اضافه خواهد شد. ویژگی اخلاقی بعدی ایشون این بود که ایشون اگر چیزی رو نمیدانست از هر کسی که میدونه احتمال میداد میدانه سوال میکرد، نپرسید. ما خیلی اوقات در زندگی خودمون داشتیم که خیلی از سوالها رو ایشون از ما داشتن، سوالهایی که خودشون جوابشون نمیدونستن از ما میپرسیدن و خیلی راحت هم اصلا مشکلی نبود که من درجه علمیم چقدر و تو شاید از سن به این طفولی از سن کوچکی نسبت من داری، اصلا هیچ براشون مهم نبود. مهم دانستن بود که وقتی انسان چیزی رو نمیدانه باید دنبالش باشه و یاد بگیره. ویژگی بعدی ایشون تشویق بود. ایشون روحیه تشویق خیلی قوی داشتن. من خیلی از طلبه ها رو میشناسم در همین قوم که خیلی هاشون به ما هم میگن، میگن اصلا علت اینه که ما اومدیم در کسبت طلبه‌گری مرحوم والد شما بود. گاهی اوقات میگن ما وقتی ایشون رو دیدیم جذب شدیم که ما بریم طلبه بشیم. و خیلی آرام به سبب تشویق خود ایشون آمدن طلبه شدن و در حوزه علمی مشغول تحصیل شدن و آرام خیلی از اینها جز بزرگان حوزه هستن، جز کسانی هستن که در حوزه مشغول تحصیل و تدریس هستن. وقتی باشون سخن میگیم میگن ریشه طلبه شدن و ریشه این که ما وارد عرصه طلبگی شدیم
تشویق مرحوم والد ما بود که ایشون تشویق میکردن که بیاید در این عرصه. این عرصه عرصه ایست که انسان با قال الباقر و قال الصادق و قرآن سر و کار داره و کلامی بالاتر از اینها نیست. زندگی انسان رو با برکت میکنه، دنیای انسان رو با برکت میکنه. سفارش بعدی ایشون این بود که در دنیا یه جور زندگی بکنید که عاقبت به خیر بشید. خوبی دنیا با عاقبت به خیریشه. این دنیا بالاخره خوب یا بد خواهد گذشت. خیلی ها تو این دنیا زندگی میکنن ولی هیچ خاصیتی ندارن. خیلی ها فقط وجودشون در این دنیا از بین بردن و زائل کردن نعمتهای خداست. یه مقدار از نعمتهای خدا رو از بین میبرند و چند سباهی میخورند و میپوشند و میخوابند. بعد از مدتی هم میمیرند، هیچ اثری از خودشون در این دنیا ندارند، هیچ کاری نه در این دنیا کردن، آخرت هم دستشون خالیه. وجودشون، زندگیشون، خیلی از آدم ها در این دنیا هیچ خاصیتی نداره. سعی کنید در این دنیا یه خاصیتی داشته باشین، هر کاری ازتون برمیاد برای دیگران انجام بدید. تشویق بعدیشون مسئله تبلیغ بود. ایشون میگفتن اگر شما دنیای از علمم که باشید، این علم به درد کسی نخوره هیچ فایده ای نداره. اگر علمی که انسان داره این علم فقط برای خودش باشه هیچ خاصیتی نداره، ارزشی نداره. ارزش علم به نشر علمه. ارزش علمی که انسان علم رو بیاموزه و به دیگران بیاموزانه. ارزش طلبگی اینه که انسان دیگران رو با دین و با خدا آشنا بکنه. خودشون در عرصه تبلیغ در طول عمر جز مبلغین بودن، حتی تا روزهای آخر عمر مبارکشون ایشون منبر میرفتن، در عرصه تبلیغ خیلی پیشرفت کرده بودن. همیشه تبلیغ مد نظرشون بود و همیشه سفارش میکردن سعی کنید در عرصه تبلیغ پیشرفت کنید. مردم نیاز دارن، مردم خیلی هاشون از معارف دین آگاه نیستن. وظیفه ماست که مردم رو با دین آگاه کنیم، با دین آشنا بکنیم. این تبلیغ سفارش ایشون و همیشه این روایت نبی مکرم اسلام رو گوشزد میکردن که زمانی که پیغمبر گرامی اسلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به یمن فرستاد، بعد سفارش کرد پیغمبر به امیرالمؤمنین یا علی سعی کن با مردم مقاتله نکنی قبل از این که اونها رو به اسلام دعوت بکنی. اول اونها رو به اسلام دعوت بکن، اولین گام دعوت به اسلامه. اگر نپذیرفتن بعد مراحل بعد. بعد پیغمبر گرامی اسلام قسم میخوره، میگه به خدا قسم اگر یک نفر رویا علی به توسط یک نفر توسط تو هدایت شود، بهتر است از هر چیزی که خورشید بران بتابد و غروب بکنه. ارزشش بیشتر از تمام این هاست اگر یک نفر به واسطه تو هدایت بشه. و این حاکی از اهمیت تبلیغ است که بارها گوشزد میکردن. در برخورد اشخاصی با ایشون دیدم که خیلی اینجا واقعا اینا سلام و سالم و با سلامت رفتار کردن. ایشون رفتارشون توأم با سلامتی بود با اون فردی که با ایشون برخورد کرد، رفتار کرد. چون در یک جایی که با هم بودیم یک به طور غیر مستقیم یک جسارت به ایشون شد، در همون مجلس خود ایشون هم بود که البته مقدمات جسارت به ایشون رو که فرد دیگری فراهم کرده بود که فرد سومی هم اینجا دخیل در قضیه بود که من دیگه چون میخوام بحث سرراسته صحبت بکنم خیلی واضح نشه لازم نمیبینم. اونجا یک جسارتی به ایشون شد، خیلی جسارتی، واقعا جسارت شدیدی هم بود، اما ایشون هیچ چیزی نگفتن. در ضمن اینکه دعوت به آرامش کرد، طرف رو دید که نمیشه، از همونجا خیلی با آرامش بلند شدن و رفتن بدون اینکه مشاجره ای بکنه یا فحشی بده یا مثلا برخورد بدی بکنه، از همونجا بلند شدن و رفتن. قرآن که میگه و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، این چون این رفتار رو میگه، نه این مثل اجداد قرینشون امام موسی بن جعفر، امام زین العابدین، این آیه رو هم خودشون متجلی کرده بود در وجود مبارکشون. اون این آیه هست که بل کاظمین الغیظ و العافین عن الناس. این آیه رو مثلا که اینطور بود که شون خیلی ها ایشون ناراحت میکردن،
اما وقتی که در برخورد ثانوی که مواجه میشد، ایشون هیچ انگار با طرف هیچ مشاجره دعوا و ناراحتی نداشته، خیلی کریمانه بزرگوارانه رفتار میکرد، طوری که طرف خیال میکرد که اصلا جنگ و دعوایی با ایشون نداشته، خیلی راحت میگذشته. همه خصوصیت خیلی خصوصیت عالی است که ما باید اینو به عنوان یک سرمشقی از اخلاقیات ایشون یاد بگیریم، همونطوری که ائمه، خب ایشون از ائمه یاد گرفته بودن، خب سرمشق همه ما، اسوه همه ما ائمه هست. سفارش بعدی ایشون این بود که درس رو خوب بخونید، سعی کنید هر چی که میخوانید یاد بگیرید. طلب کارش سه چیزه، یا تدریس یا تألیف یا تبلیغ. سعی کنید در هر سه عرصه پیشتاز باشید، تلاش کنید، قلم بزنید، قدم بردارید، تبلیغ کنید، تدریس داشته باشید. هر چه بلدید به دیگران یاد بدید. تدریس سبب میشه انسان هر چی یاد گرفته رو فراموش نکنه، علاوه بر اون هر چه آدم بلده به دیگران هم بیاموزه. این از همه جهت هم برای دنیای آدم مفید، هم برای آخرت انسان مفید خواهد بود. ویژگی اخلاقی بعدی مرحوم والد ما این بود که ایشون جاذبه قوی داشت، جاذبهشون خیلی قوی بود. وقتی می نشست در مجلس، وارد مجلس می شد، مجلس رو جذب می کرد و این اخلاق خوش ایشون بود که مردم رو گردوبر خودش جمع کرده بود، که همه مردم از او به نیکی یاد می کنن. ویژگی بعدیشون تقوا بود. ویژگی بعدیشون بود که خیلی به دنیا اهمیت نمی داد. بارهای بار شد که دنیا به ظاهر به ایشون رو آورد، بارهای بار شد پیشنهادات خیلی قوی داده شد به ایشون در عرصه های مختلف که شاید امور مادی خیلی پررنگتر به ایشون رو میکرد، ولی ایشون نپذیرفت. گفتم ما وظیفمون طلبگی و من طلبی بیش نیستم، کار من طلبگی و در همین عرصه ما زندگی میکنیم، در همین عرصه من راحت ترم و قبول نکرد. لذا به نظر بنده ایشون یکی از علل موفقیت و یکی از عللی که ایشون در دلها جا باز کرد، یکی از عللی که ایشون واقعا در همه عرصه ها پیشرفت کرد، تا جایی که میتوانست خدمت کرد، تا جایی که میتوانست صاحب قلم شد، صاحب بیان شد، صاحب علم شد، تدریس داشت، تحصیل داشت، در جامعه مطرح بود، در بین مردم نفوذ پیدا کرد، به خاطر الگوپذیریه. و این رو همیشه به ذهنم میرسه که چطور شد که ایشون به این نقطه رسید. ایشون وقتی از استاد بزرگوارشون حضرت آیت الله العظمی واعظ یاد میکرد، تا آخر عمر وقتی یاد میکرد یاد خاطراتی میفتاد که با ایشون بود. ایشون میگفت من در حوزه علمی قم نظیر آیت الله العظمی واعظ ندیدم. کسی بود که در هر مسافرتی که میرفت آیت الله العظمی واعظ، ایشون میگفت من با ایشون بودم، همیشه در کنار ایشون بودیم، در کنار در مجلس درسشون همیشه یکی از شاگردان مبرز درس آیت الله العظمی واعظ مرحوم والد ما بود، ولی ایشون رو در نقاط در مسائل اخلاقی همیشه الگوی خودشون قرار داده بود. ایشون میگه آیت الله العظمی واعظ در طول عمرش خودش گفت من یک بار نشد که نماز شب من ترک بشه. به خودشون هم همین بود، چون الگوی ایشون حضرت آیت الله العظمی واعظ بود، الگویی که در این دنیا انسان‌ها به دنبال الگوی ملموسن و یکی از الگوهای ملموس موفق در تاریخ افغانستان و در تاریخ تشیع افغانستان وجود با برکت حضرت آیت الله العظمی واعظ بود که متاسفانه گمنام ماندن و خیلی به ایشون بها داده نشد، اگرچه نام ایشون همیشه در حوزات علمیه می درخشه، ولی در جامعه مظلوم افغانستان هنوز چهره ایشون اونطوری که باید و شاید شناخته شده نیست و مردم هنوز به وجود با برکت و با معنویت آیت الله العظمی واعظ آگاه نیستن. الگوی زندگی در عرصه تدریس، تبلیغ، در عرصه تألیف و در عرصه زندگی با مردم و مردمداری حضرت آیت الله العظمی واعظ بودن که ایشون هم در همه عرصه ها موفق بودن و در جامعه زبان زد. اینا نشان دهنده جایگاه اوست که تمامی علما و متخصصین علم فقه و اصول او رو با این جایگاه و ویژگی
می شناختن. از خدای کریم برای آن عالم بزرگوار و فرزانه رحمت و غفران الهی و ترفیع درجات در بالاترین مقامات اخروی در نزد انبیا و اولیا را آرزومندیم و امیدواریم که انشاءالله خلفهای صالحی که از او بیادگار مانده است یاد نام اون فقیه بزرگوار و اون استاد اخلاق و علم و عمل و تقوا را انشاءالله زنده نگه دارد کما اینکه هستند و انشاءالله بر همه شاگردانش و رهروان راهش توفیق پیمودن راه آن بزرگوار را عنایت بفرماید. خداوند آیت الله وحیدی را رحمت کنه، اونهایی که زحمت کشیدن و در قید حیات هستند خداوند برایشان سلامتی، و اونهایی که رفتن با شهدای صدر اسلام و شهدای کربلا، پیامبر بزرگوار اسلام و خاندان عصمت و طهارت محشور بگرداند. دانشمند فقیه که امروز ما به سوگش نشسته ایم در کجاب متولد شد، وارد شد در مدرسه مدینه العلم. در اون زمان حضرت آیت الله العظما واعظ تقمده الله به رضوانه تا هنوز مدرسه محمدیه را نساخته بود. مدت 4 سال آیت الله وحید در مدرسه مدینه العلم هم تدریس میکرد و هم درس میخواند. وقتی که من درسش را و علمش را مشاهده کردم، دیدم که بحر مواج از علم است. مرحوم آیت الله وحیدی به حق یکی از این گونه شخصیت ها بود. نه اینکه حالا ایشان فوت کرده باشه، ما بگیم ما در زمان حیات ایشان هم به ایشان ارادتی داشتیم. شاید حدود 40 سال بود که بنده با ایشان آشنایی دارم و داشتم. قبل از آنی که ایشان و ما به قم برویم، اون موقعی که ایشان در همین مدرسه محمدیه مرحوم آیت الله العظمای واعظ، واعظ شهید رحمت الله علیه، جزء اساتید ممتاز اینجا بود. بر علاوه آن که درس خارج مرحوم آیت الله واعظ شرکت میکرد، خودش اینجا سطوح عالیه تدریس میکرد، کفایه تدریس میکرد، مقاصد رسائل تدریس میکرد ایشان، و از اساتید خوشبیان و خوبی بود که ما همون موقع ایشان رو شناخت داشتیم. ما که سال 54 بود قم رفتیم، شاید به فاصله 4 ماه یا 5 ماه بعد از ما مرحوم آیت الله وحیدی هم به قم آمدن با پدر مرحومشان. پدرشون چند وقتی ماندن و برگشتن، ایشان دیگه اونجا ماندگار شدن و در تحصیل هم جدی بودن. سطوح عالیه از قبیل مقاصد و همینطوری جلدین کفایه و رسائل را در خدمت حضرت آیت الله عظمای واعظ شهید فرا گرفته است. واعظ چه کسی است؟ ببینیم، واعظ کسی است که دومین شخصیت طراز اول شالوده های طول تاریخ حوزه های تمدنی مذهبی جامعه تشیع از نجف گرفته تا بقیه کشورها و ممالکهای اسلامی، حضرت آیت الله عظمای خویی چی فرموده است و چی گفته است؟ می فرماید خدا چشم واعظ را روشن داشته باشد چنان که چشم من و چشم علم را روشن کرده است. حضرت آیت الله وحیدی در این چند سال اخیر چندین بار داغدار شده که سفر به کابلش را مقدمتر بر سفر لندن و جاهای دیگر داشته است. آیت الله وحیدی در برنامه ریزی و مدیریت حوزه علمیه محمدیه
که خود شاگردی حوزه بود و خود استادی حوزه بود و خود شاگرد حضرت آیت الله العظمی واعظ بود، نقش مفید و مؤثری را داشت و در راستای فعال شدن حوزه علمیه محمدیه دوستان و عزیزان و برادران رو یاری میرسند. از دست دادن عالم بزرگوار، عالم جید، عامل، عادل، با تقوا، با دانش و از جانب هم سخنور، گویا و بیان بسیار شیرین این را از دست دادیم. در اینجا که ما احساس میکنیم یک ستون بسیار بزرگ از روحانیت از هم شکست، یک سوراخ بسیار عظیم در دیوار دین به وجود آمده، همونطور که پیغمبر خاتم فرمود وقتی عالم میمیره یک سوراخ در دین ایجاد میشه که غیر از عالم کسی دیگه او رو پر نمیکنه، یا به فرموده پیغمبر خاتم تا آخر هم پر نمیشه. بنابراین علمای جدید یکی یکی از دست میروند، نسل گذشته از دست میروند، نسل قدیمه یا صنف اول و اساس تقسیم بندی اولی همه از دست میروند، نسل دوم یا تدابیر جدید سنجیده. آیا کسی هست بیرق آیت الله وحیدی را به دوش کشد؟ آیا کسی هست خلا را پر کند؟ آیا کسی هست که نگذارد تهاجم فرهنگی بنیاد دین را برکند؟ امروز اگر علما از دست ما میره، آیا چنین آمادگی وجود دارد یا ندارد؟ هر کس روزه خواندن خصوصا در همین شب و روزهای ایام فاطمیه به هر شکلی و کیفیتی اظهار ارادت کردند، نوحه خواندند و سخنرانی کردند و مداحی کردند و سینه زدند. هر کس گفته، یکی از بزرگانی که روزه خوانده شیر گفته است علامه کمپانی رحمت الله علیه، و مصیبت زهرا سلام الله علیها را یاد میکند. مفصل هم هست که متاسفانه من حافظه یاد گرفتنش را نداشتم و ندارم. یکی از مصائبی که ایشان یاد میکند و سخت مردم را و خودش تحت تأثیر است و مردم را تحت تأثیر قرار میدهد، همون مصیبت بین در و دیوار بودن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. میگه ولست ادری خبر المسمار، میگه من داستان شنیدم، درست نمیدانم، خدا کنه راست نباشد. ولست ادری خبر المسمار سل صدرها خزانه الاسرار، میگه شنیدم میخ در سینه زهرا سلام الله علیها قرار، روزه خوانده شیر گفته است علامه کمپانی. خواهید درست بفهمید از سینه زهرا سلام الله علیها سراغ بگیرید. قربان نامت زهرا، فرمودن شب شام غریبان، شام شهادت حضرت صدیقه کبراسیم، شب یا دیشب، در هر صورت شب مظلومیت علی و اولاد علی علیهم الصلاة و السلام است. برای حضرت امیر علیه الصلاة و السلام در حالت مریضی زهرا و شهادتش چند جا خیلی سخت گذاشته که یکی دوتاش رو عرض کنم و التماس دعا. یکی همون زمانی که آمد کنار بستر زهرا نشست، سخت بود، زهرا تنها شده، کسی نیست، خبرش را نمیگیره، خودش است و همسرش، اون همه مظلومیت، خلاصه بدنش ضعیف شده است، نحیف شده، لاغر شده است، در بستر افتاده است و نزدیکان رفتن و رحلت و شهادتش است و علی علیه الصلاة و السلام کنار بستر زهرا نشست با دل سوخته، ناراحت، اشک جاری. همینطور زهرا سلام الله علیها این مرتبه چشمش باز شد و چهره همسر مکرمش علی علیه الصلاة و السلام نگاه میکند، میبیند قطرات اشک به صورت امیر المؤمنین علی علیه الصلاة و السلام جاریه، دست مبارکش را بالا میگوند، بالا میارد به صورت علی، اشک چشم علی را پاک میکند که انه اشاره میدهد علی جان دیگه بعد از من کسی نیست اشک چشم تو را پاک کند و خبر تو را بگیرد. در هر صورت همون جا نشسته کنار زهرا سلام الله علیها، زهرا سلام الله علیها شروع کرد به بیان کردن وصیت‌هاش، دردهای دلش را میگه. زهرا دیگر ناراحتی زیاد داره، این مصیبت‌های گذشته را گذرانده، اما مصیبت‌های آینده هم شاید دو ذهنش بیاد، قضیه فرزندانش امام حسن، امام حسین، زینب و ام کلثوم و مسئله ازدواج امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام، همه را حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح میکند، یک یک وصیتش را بیان میکند. علی جان بعد از من با کی باید ازدواج کنی؟ تکلیف فرزندان من چی میشود؟ همین ها با دردهای دلی که زهرا زیاد دارد همه را گفت و گفت تا رسید به اینجا که واقعا حال علی را منقلب کرد. صدای ناله زهرا بلند شد، یا علی غسلنی فی اللیل و دفنی فی اللیل
و کفنی فی الله و این ولا تولم احدا علی جان مرا در شب غسل بدی و در شب کفنم کن و شب مرا به خاک بسپار کسی را در تشییع جنازه من خبر نکن چه سر بود این مسئله تنها دفن کردن زهرا وصیت زهرا سلام الله علیها عملی می شود علی علیه السلام بعد از شهادت زهرا کنار جسد مطهرش نشست تنها می خواهد جسد مطهر زهرا سلام الله علیها را غسل بدهد اسما بنت امیس میگه آب می ریختم و علی علیه السلام شستشو می داد بدن زهرا را یه مرتبه دیدم دست از غسل دادن کشید خود را کنار کشیده سر به دیوار تکیه داده صدای ناله علی بلند بلند به گریه بلند است صدا کرد ابن عباس علی جان در بین مردم ننگ است کسی به مرگ همسرش گریه کند و ناله کند ام ابن عباس دست از دلم بردار الان دستم رسید به پهلوی شکسته زهرا صورت کبود شده زهرایم را دیدم یکی از جایهایی که بسیار به امیر المؤمنین علیه السلام سخت گذشت همون حالتی بود غسل تمام شده بدن را به کفن پیچیده بندهای کفن را محکم کرده جسد مطهر را وسط خیحیات یا خانه گذاشته روی تخت است یا تابوت وقت جسد آماده شده و گذاشته یه مرتبه دیگر علی علیه السلام کنار جسد مطهر ایستاده دریای غم و غصه بر علی مستولی هست و صدای ناله علی علیه السلام بلند شد فرزندان زهرا حسن جان حسین جان زینب ام گلسوم بیایید از مادرتان توشه بردارید دیدار آخریتان را انجام بدهید که دیگر زهرایت را نخواهید دید یه مرتبه صدای ناله و اماس فرزندان زهرا بلند شد همه آمدن خود را روی سینه مادر انداختن ثم یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ